سلام، امروز یه مصاحبه خیلی خوب با یکی از افرادی داریم که یه مسیر خیلی سخت رو توی یوز طی کرده. من میخوام این مسیر رو واسهتون تعریف بکنه که شاید 95% 96% افراد اگه این بلا سرشون میومد کلا بیخیال آزمون یوز میشدن، اما اون بیخیال نشد. الان رشته که دوست داره رو میخونه، دندون پزشکی. میخوام تجربیاتش رو ازش بپرسیم و اینکه چه اتفاقی افتاد که بیخیال این مسیر نشد. سلام افشین جان، حالت چطوره؟ عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای پورحسابی عزیز و مرسی، همچنین لطفا. بینندگان عزیز که اینجاست. قربونتون برم. خب یکم اول از همه خودتو با ما آشنا کن، بگو الان کدوم دانشگاه چه رشته ای میخونی؟ من افشین امیرپور هستم، دانشجوی دندون پزشکی شهر کارابوک تو ترکیه و در خدمتتون هستم. خب الان کجایی؟ الان ایرانی؟ نه الان ایرانم، بله، با اجازت. خودش رفتی تعطیلات. خب حالا به من آره، بگو که اولین سالی که حالا یکم شرایطت نسبت به بقیه بچه ها میشه گفت خواستر بود، مسیری که اومدی یکم مسیر سختری بود، تو چند سال یوز دادی؟ ببینید، من قبل اینکه اصلا بیام دنیای یوز اینا رو بخونم، من قبلش تو ایران پرستاری قبول شدم. کدوم دو سه دانشگاه؟ سال والا چندین دانشگاه عوض کردم. من تو ایران هم چندین بار کنکور دادم. چند بار ایران کنکور دادی؟ ایران سه بار. 3 بار ایران کنکور دادی. خب آره، چه رشته هایی قبول شدی؟ بار اول که چیزی قبول نشدم، بار دومو که من پرستاری قبول شدم تو دانشگاه سراسری، ولی توی شهر خیلی کوچیک تو همون استان آذربایجان غربی. بعد سال بعد دوباره کنکور دادم، این دفعه دانشگاه پرستاری، دانشگاه ارومیه قبول شد، سراسری ارومیه نازم. خب 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 و خب یکی دو سال اونجا خوندم و بعد یکی دو سال ساختار کاری که داشتم، حالا زحمتی که داشتم میکشیدم و آینده‌ای که در نظر داشتم، باعث شد که خب من این رشته رو بیخیال بشم، کلا ازش انصراف بدم. و خب یه سری دوستان داشتم میشناختم که می اومدن ترکیه، اینا از طریق اینا با اومدم با یوز آشنا شدم و وارد دنیای یوز. چی شد که تصمیم گرفتی بیخیال رشتت بشی؟ یعنی اونجایی که تصمیم، چون برای 3 بار کنکور دادی دیگه، هر بار کنکور دادنم خودت قطعا بهتر از همه میدونی، همه هم میدونن که چقدر سخته، هر یه باری که تصمیم میگیری دوباره کنکور بدی انگار یکی از جونات کم میشه. دقیقا بعد چی شد بعد والا این همه کنکور دادی بعد به این نتیجه رسیدی که خب این رشته من نیست و این جسارت از کجا آمد؟ ببینید آقای پورحسابی، بیشتر علاقه ای که انسان در نظر داره این خیلی مهمه، مخصوصا این که تو از بچگی یه هدفی برای خودت میذاری، بعد هی تلاش، هی زحمت، هی پشتکار، و در نهایت به اون چیزی که نمیرسی، یه راه فرعی پشت جلوی روت قرار میگیره، این خیلی آدم رو به نوعی سنگینی میکنه روی انسان، یه دوش سنگینی که روی انسان به وجود میاد. برای همین من خب پرستاری میخوندم. پرستاری رشته خیلی خوبیه، واقعا میگم طرفدارای زیادی داره، تو کشورهای مختلف بهش بورسیه میدن، از جمله اروپا، آمریکا، کانادا. اما ساختاری که داره، از شیفتهای کاری که زیادی، که از درآمدی که در آینده به وجود میاد، خودم به شخصه، علاوه بر رشته پرستاری، آدمی هستم که زیاد زیر بار کارمندی نمیرم. اینکه مثلا فلان ساعت فلان جا باش، فلان ساعت کارت تموم کن، بعضی این عوامل که من نمیتونستم اینا رو قبول کنم، باعث شد که من از این رشته انصراف بدم. هرچند که مثلا خیلی از دوستای خودم بودم، متاسفانه الان خب تموم شدن. تو ایران هم پرستاری یا کلا رشته هایی که برای آقایون هم این شکلی از، به خاطر اینکه باید برن خدمت اجباری، هم سربازی، خیلی از دوستایی که الان تموم شدن، دوستای خودم هستن تموم شدن، خانمایی که باشون هم کلاسی بودن وارد طرح اختیاری شدن، آقایون میرن سربازی تا چه مدت؟ 2 سال. حالا بعد اینکه 2 سال در میان خانم‌ها طرحشون تموم شده، آقایان تازه میتونن وارد طرح اختیاری، همون طرحی که براشون قرار دادن بشن. حالا بعد اون طرح هم آیا استخدام میشن نمیشن، چیزیش معلوم نیست واقعا. و به نظر خودم کسایی که تو ایران دارن رشته های پزشکی یا به اصطلاح ترک سالی بیلیمنری میخونن، مثل پرستاری، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، چه میدونم فیزیوتراپی، اکثر این افراد به نظرم تو فکر اینکه مهاجرت کنن به کشور اروپایی یا حالا آمریکا، کانادا، با یه سطح زبان عالی، فکر کنم خیلی خیلی آینده بهتری خواهند داشت تا اینکه تو ایران باشم. من خیلی از دوستای خودم هستم متاسفانه با اینکه پرستاری خوندن، اولا که استخدام نشدن، بعدش هم الان دارن برای تزریقات میکنن، بعضی هاشون رفتن تو کار لیزر مو یا چه میدونم رشته هایی مثل کاشت مو، دارن کارهای فرعی تری میکنن که زیاد ارتباطی با شغلی که در نظر داشتن نداشته. اینکه مثلا یه استخدامی باشه تو بیمارستان توی بخش خاص که بتونن اونو ادامه بدن، سوپروایزری بشن یا یه قسمتی که بتونن
توش کار انجام بدم. این تمام این عوامل برای من جمع شد که خب از این کار، از اینکه من این رشته رو ادامه بدم انصراف بدم. و فکر کنم بعد دو سال و خورده ای، تقریبا 3 سال که من داشتم قشنگ پرستاری یاد میگرفتم، کار عملیش همه چیزش، خب من انصراف دادم و با قطعیت اومدم وارد یوز شدم. من خود از بچگی دوست داشتم مثلا رشته مثل پزشکی، دندان، اینا، و هدفم این بود. یعنی علت این که چندین بارم کنکور دادم تو کنکور سراسری ایران همین بود که این رشته ها رو قبول بشن، که خب متاسفانه با شرایطی که تو کنکور ایرانم حاکمه نتونستم به این نتیجه دلخواهی که میخوام برسم. خب ببین الان تصمیم گرفتی، الان اون بریم برگردیم به اون روزی که تصمیم گرفتی. خب من میخوام پرستاری و ترم 5 میشه دیگه، درسته؟ ترم 5 یا 6 احتمالا. آره، درست. ترم 5، ترم 5 میخوای پرستاری رو ول کنی، خودت احتمالا 6 ماه 7 ماه اینا بهش داشتی فکر میکردی، بعد رفتی به خانوادت گفتی مامان بابا من میخوام پرستاری رو ول بکنم برم یوس بدم، یه همچی با یه همچی درسته. چیزی داره. خب خانوادت چطوری باید برخورد کردن؟ برخورد اول پدر مادر والا چطوری بود؟ ببینید خانوادم زیاد حالا موافق این عمل، البته پدر، مخصوصا پدرم خیلی دوست داشت که من رشته های مثل پزشکی دندون اینا رو بکنم، یعنی این از طرف پدری. از طرف مادرم بیشتر دوست داشت همون کاری که همون رشته که خوندم قبول شدم، چند سال دارم بر زحمت میکشم و ادامه بدم. حالا با بحث و گفتگوهای طولانی که بین من و خانواده شد، بالاخره به این نتیجه رسیدی که من بله بیام مثلا وارد یوس بشم، و حالا بخوام مثلا بیام وارد ترکیه بشم برای رشته ای مثل پزشکی دندون اینا تلاش کنم. برای رشته مثلا پزشکی دندون من از قضیه یوس هیچ خبری نداشتم. من یه بار بود با پدرم دم در خونه نشسته بودیم، یه مردی اومد خیلی هم مسن بود و صحبت از این که کرد که پسرم رفته مثلا ترکیه فلان رشته داره میخونه، دخترم فلان کشور و اینا. اونجا بود که این جرقه ترکیه اومد تو ذهن من و پدرم، و این دیگه بزرگ شد بزرگ شده اینا. بعد من یکی از فامیلای خودمون بود که من فکر میکنم ترکیه داره درس میخونه، و ازش پرسیدم چون چندین عکس از اینکه ترکیه اومده تو اینستاگرام ایناش گذاشته بوده اینا، پرسیدم گفتم تو قبول شدی اینا؟ گفت نه من پارسال رفتم قبول نشدم، دارم دوباره میخونم. از طریق این آشنا شدم، و حالا با مؤسساتی که داشتن کارا رو میکردن رفتیم مال وارد دنیا یوز شدیم. تو ریاضیت خوب بود؟ حالا ادامه بده. ریاضیت خوب بود؟ من ریاضیم خدا رو شکر تو دبیرستان خیلی خوب شد. خیلی خوب بود. بله پس یعنی از مباحث یوس نمیترسی؟ تحقیق کرده؟ آره یوس تا درس این مدلی این مدلی این مدلی میگن بله احتمالا اولین سالی هم که دادی همه میگفتن یوس خیلی آسونه، هر کی میده قبول میشه. با این تفکر اومدی وارد آره. سال اول یوس شدی، خب چیکار کردی؟ ببینید آقای پورساوی، حالا چیزی که جالبه در مورد این آسان بودن یوس، من با پدرم رفتیم خب تو رومیه. اکثر مؤسساتی که تو یوس هست تو رومیه تبریزن، حالا یه سری مؤسسات داریم تو تهران و اصفهان، تو تهران و شیراز اینا موجوده، حالا شهرهای دیگه، ولی اکثریتشون تو این دو تا شهر حالا به علت نزدیکی که به کشور ترکیه داریم. ولی الان دیگه من همه رفتم شهرها رومیه هست، توی نگران نباشه، یعنی هر جا میری یه آره مؤسسه یوز در ماشاءالله اومده. بله متاسفانه ما رفتیم شهر ارومیه که با یکی از مؤسسات که حالا اسمش هم نمیبرم رفتیم اونجا. من بهشون زنگ زدم قبلش، یه هفته قبلش وقت مشاوره گرفتم، وقت مشاورهشون هم رایگان اومدم. خب یه نفر بود از کسایی که اونجا داشت تدریس میکرد و مشاور اونجا بود و اینا، که احتمالا شما هم میشناسین، خیلی یوسو یه جوری کرد انگار آبنبات میدی دهن بچه، در این حد ساده کوچی هر کی میگفت یعنی من دیگه فردا برم یوس قبولم، تموم شده، خدا سر شده. کتاب ها رو آورد قشنگ اینجوری واسه من کتاب ها رو باز کرد، گفت مباحث این شکلی، این درس ها میاد، این وضعیت، برای زبون شما احتیاج ندارین، همین یه سال بگذرین، بعد اینکه قبول شدی میتونی زبون بخونید، و این سوالات به این شکل خیلی ساده است، خیلی از شاگرده ما اینقدر قبولی دارن. خلاصه از این جسارت نباشه خدمت شما و بینندگان، خوز و بلدی که تحویل مردم میدن، من خیلی عذر میخوام اینجوری هم صحبت میکنم. خب دیگه ما هم هیچی، اون روز رفت صحبت کردیم. بعد اینکه جالب، هزینه هایی که بابت اون موقع میگرفتن خیلی زیاد بود، مثلا هزینه یا دوره یا کورسی که اون موقع گرفتن 16 میلیون تومان بود. حالا سال تخفیفش هم چند؟ چجوری بود؟ 2017 نه؟ 2019 اینا بود، 19 2019 بود، یعنی 2019 16 2019 تومن خیلی بود. یوسش داره آره این یوسش برگزار شده و بعد یوسش بود. خب خب 16 میلیون ازت گرفتن که اون سال خب مبلغ زیادی بود. بعدش چی شد؟ گفتن آره یوسم 3 تا درس 16 ساله داره، شما این 3 تا درس رو بدی آره قبول میشی، همه قبول میشن، ما هم 2000 تا قبولی داریم. خب ادامش آخه میدونی جالبیش چیه؟
کویوسی که بود، حالا من بعدا در مورد اینم صحبت میکنم، 16 میلیون میگرفتم بابت یک کورس که فقط کتاب های پوزارم تدریس میکردم، یعنی شما هیچ منبع دیگه در این تدریس این افراد نمیدیدی. 16 میلیون بعد چی میگفتم؟ میگفت اگه مثلا 16 میلیون بخوای همش یه دفعه، یه میلیون هم به شما تخفیف میدید، 15 میلیون بیاین سر جلسه. کاش مثلا اصلا حالا فکر کتاب کنم مثلا پوزارم شهر کامل فلان، تدریس کنن، یعنی همونم کامل تدریس نمیدن. آه همون دیگه. حالا چی شد؟ رفتیم سر کلاس، به خدا پوزار شروع کردن، اول ریاضی، بعد مثلا هندسه، آی کیو. استادم خدا سرشارده، غیر از یه استادش نباشه که من الان به عنوان استاد میشناسم، اون تو هندسهش بود که میتونست واقعا تدریس کنه، دو تا استاد دیگه هیچی بلد نبودن، یعنی صرفا فقط چندی سال این کتاب ها فقط پوزار رو خونده بودن، تدریس کرده بودن، از بر میگفتن، یعنی چیزی نبود که بخوان از روی تحلیل یا اینکه یه چیزی بخوان یاد گرفته باشن، بخوان اون انتقال بدن به شما یاد بدن، صرفا یه چیزی که از اونجا یاد به اصطلاح از طریق تکرار چینگ حفظ کرده بودن، اونو می اومد انتقال میدن. این برای ریاضی هندسه، برای ریاضی آی کیو. برای درس مثلا پرابلم منطقی هم که داشتیم، اینو خود مدیر مثلا مؤسسه می اومد تدریس میکرد، چیکار میکرد؟ از یک ساعت و نیمی که بود کل هم اجمعین نیم ساعت تدریس میکرد، اون نیم ساعت هم بود، بقیهش هم منتظر بود، یه بار چایی می اومد یه چایی میخورد، نمیدونم یه بار به اصطلاح میرفت بیرون میومد. اصلا فکر کن یک تایم یک ساعت و نیمی که کل دانش آموز منتظر ایشون تدریس بکنه میشه نیم ساعت، جدا از این. اما این زمان ها زمانه و اون داشت اونو قشنگ به بتالت میگذر. این شد دوره ما. حالا خب بعد رفتی بدبختی چی بود؟ آزمونا رو همون چیکار سال که کردی؟ کدوم کرونا دانشگاه اومد، رو شرکت کردی؟ حالا اینو میگم، حالا هم میگم، همون سال که ما داشتیم ادامه رفتیم، اولاش بود که موقع تقریبا اول اسفند بود، کرونا اومد، مؤسسه تعطیل شد، مرزا بسته شد، همه چی ها، یعنی کل همه چی بسته شد، هیچ مؤسسه هم بس گفت فعلا کلاس تعطیل، مرزا بسته شده، هیچ خبری نیست اینا. تا شد چی؟ بهار. بهار خرداد، آخره اردیبهشت بود، اوایل خرداد بود، دوباره یه سری کلاس ها داشتن شروع میکنن، هفته یه جلسه دو جلسه برای مروری. بعد مزار بسته بودن، کم کم داشت امتحانات شروع میشد اینا. و مؤسسه چه کار جالبی کرد؟ ببین چه لطفی در حق پسرا کرد. یه دفعه ای ها فکر کن این هفته مثلا امروز شنبه است، خب یک شنبه گفت فردا مثلا چهارشنبه ما بلیت داریم، هر کسی که میخواد بیاد بلیت بگیره، هر کسی که نمیخواد نمیتونه بیاد. دخترها تونستن، خیلی از دخترها رو بعد داشتن سر همینجوری موندن، چون ما خب کار مشغولان سربازی. خدمت داشتیم، باید میرفتیم مجوز میگرفتیم، آره سربازی میرفتیم مجوز میگرفتیم، وثیقه میذاشتیم و اینا، توی هفته تو چند روز جمع نمیشد. هیچ اینا رو برداشتم بردم با هواپیما، حالا چون برگه دانشجو داشت از مزرعه شده، ما موندیم. اینکه جالب بود، امتحانات اون سال من هیچ کدوم نتونستم شرکت کنم، پس سال اول یعنی خوندی؟ فکر کنی یه سال زحمتی آره سال اول هیچ، خوندی رفت. قشنگ خب بعد حالا پوچتم میبینی دوستات قبول شدن، رفت. یه سری قبول نشدن و اینا، چی شد اون موقع؟ چی فکر میکردی؟ فکر کردی بیخیال بشی؟ چون فکر کنم هنوزم انصراف نداده بودی از دانشگاه، احتمالا برای سربازی نگرش داشته بودی، درسته؟ نه دانشگاه رو اون موقع اونو من بله مرخصی به خاطر مافیا تحصیلی که داشتم مرخصی گرفته بودم اون سالو، هیچی همونجوری مونده بود. حالا جالبش اینجا بود، از اونجا بعد اینکه برگشتم مؤسسه رفتم، خب چرا این کارو با ما کردی؟ گفت بس به کاری از دست ما بر نمی، ما مجبور بودیم چی کاری کنیم. کل جوابشون این بود، مجبور بودیم چون این کاری بکنیم دیگه، این هزینه کل سال از ما بابت کورس و این چیزا از ما گرفته همه چی رفت. هیچی سال بعدش که شد، طبق صحبت هایی که با خانواده داشتم، تصمیم گرفتم هیچی دوباره برای این سالم مرخصی بگیرم از دانشگاه، با هزار جور و بلایی که بود، برای اینکه معافیت تحصیلی احتیاج داشتم. اومدم خودم نشستم دوباره خوندم، اما این دفعه نه مؤسسه رفتم نه هیچی، خونه خودم خوندم، شروع کردم یه سال کامل خوندم و تقریبا اواسط اردیبهشت بود که من رفتم ترکیه. برای اولین بار بود که خب رفتم اونجا و رفتم تو آنکارا ساکن شدم توی یکی از خوابگاه ها، و حالا نمیدونم برم وارد بحث آزمون ها بشم یا نه. نه، فعلا داستانت کار دارم، اونو ریزم میشیم. بعد سال دوم کدوم خوابگاه ساکن شدید؟ کدوم شهر؟ آنکارا، درسته؟ آره من شهر آنکارا بودم، توی یکی از خوابگاه منطقه اولوس بود، اونجا بودم. خب بعد خوابگاه آزمون بعدی دادی، نه در بطه. آره اونجا آزمون خوندی ها و اونجا بود، آزمون دادی. واقعیت آزمون ها چطور پیش رفت؟ واقعیت بخوام با چیزی که تصور میکردم کاملا متفاوت بود، یعنی تصوری که من از یوس داشتم، اون یوسی که اون موقع رفتم برای مشاوره گفتن خیلی ساده است و اینجوری، این آب نبات میندازن دهن بچه، دقیقا خلاف اون بود.
همون جوری که خودت هم در نظر دارین، خب یوس تقریبا از سال 2021 به این ور سبک سوالاتش عوض شد، چون اونم بود که خود دانشجویان ترک اومدن شکایت کردن از خود سازمان یو که خارجی ها میان با یه آزمون ساده مثل یوس رشته های خیلی مثلا پرطرفدار مثل پزشکی دندون یا رشته سالی و قبول میشن میرن، ولی ما چون آزمون سختی مثل دیتا نمیتونیم بریم. و خب خودت هم در جریان بودی سال 2019، خب استانبول آزمون خیلی ساده گذار کرد 2300 نفر صد زدن، ولی خب همین روند رو بیاین بعد سال 2021 در نظر بگیریم ببینید سر سال چقدر عوض شده. خب من رفتم سر جلسات، از آزمون اولی هم که داشتم اون سال 2021 آزمون سامسون بود و اون سال از قضا خودت هم در جریان هستی سخت این آزمون سال 2021 آزمون اندوکوز مایز بود، واقعا آزمون سخت، خیلی سخت بود. سوالاتی که داشت از واقعا سبک سوالاتی که داشت اینه باشه من شوک شدم، یعنی چیزی که من خونده بودم فقط با کتاب پوزا و تحلیل این چیزا اصلا جوابی اون قسمت نبود. هیچی آزمون ها گذشت خب یه ماه دو ماه کلا، بعد توی اون موقعیت آزمون ها خب میدونی که تو همزمان که هر هفته آزمون میدی بعد اینکه جوابش میاد آزمون بعدیش هم فکر کن فرد مثلا جمعه جواب آزمون میاد تا شنبه آزمون داری، فشار ذهنی که به آدم وارد میشه، استرسی که به آدم وارد میشه، همه اینا رو در نظر بگیرید ببینید چه اوضاع بدی بوده که من توش بودم. آزمون های زیادی شرکت کردم، حتی آخرین آزمون یادم آزمون آگدنیز بود مال آنتالیا که اون از قضا اون موقع اگه یادتون باشه به شما گفتم، گفتم آزمون من شرکت کردم ویدیو هم گرفتم، ولی آره اون ویدیو یادمه. مشکل داشت، هزینه اون آزمون خیلی بالا بود، یه چیزی حدود مثلا 500 لیر اینا میشد، من 250 یا 500 لیر دادم. و فکر کنید از دانشگاه آنتالیا اومد چی گفت که سیستم، فکر کنید من آزمون شرکت کردم کلی تمرین کردم اومدم سوالات خیلی خوب جواب دادم، مطمئن بودم آگدنیز مثلا یه جواب خوبی ازش میگیرم، در حالی که اومده باشی گفته گفته و ویدیو شما آپلود نشده تی سیستم، پس مشکل داره به در نمیفته. آه کل من یه زحمات توضیح من بدم را ببینید حالا سبک این مشکل سیستمه واسه بچه‌ای که میبینن، یه توضیح بدم. آکتنیز این مدلی بود که باید دوربین میذاشتی، آزمون آنلاین بود به خاطر داستان بله کرونا، درسته بعد یه دوربین از بیرون میذاشتی با یه اپلیکیشن دیگه به اسم تیمز، یه چیزی مثل همین زوم میمونه، بعد ازش ویدیو میگرفتی، ویدیو رو آپلود میکردی. حالا مشکلی که واسه افشین اون سال پیش اومد این بود که نتونست ویدیو رو آپلود کرد، یه گیر الکی بهش دادن، یه سیستم مزخرفی بود که دانشگاه گذاشته بود و خیلی هم تقلب کردن اون سال، یعنی اکثر کسایی که اون سال قبول شدن اکثرا من تا جایی که در جریانم تقلب کرده بودن، یعنی خیلی درسته میگن دوربین بوده ولی روش های خاص خودش رو واسه تقلب داشت و این اون شد اون سالت. فکر داشت کنم آره سال 2021 یا دو میشه، درسته؟ یک بود یک آره بود. 2021 2020 2020 خب اون سال چی قبول 2021 بود. شدی؟ خب بعد اینکه خب اون سال هیچی، آخرش من یه دوستی داشتم تو شهر کارا بود که خب اونجا داشت فیزیوتراپی میکند، من بعد اینکه خب آزمونه آن کارا تموم شد رفتم پیش اون بمونم تا ببینم جواب آزمونه دیگه چی میشه. اونجا بود که خب آزمون دانشگاه کارا بود اون سال، الان جدیدا اینجوری شده فقط امسال حالا جریانش میگم، ولی اون موقع 4 تا آزمون میگرفت، آره آزمون 1 2 3 4 که توی مدت بین بهار تا آخر تابستون بود، آزمون 4ش مونده بود با توصیه بچه‌ها اینا، من همون آزمون شرکت کردم و از قضا اون آزمون رو خیلی خوب زدم، یعنی تنها نفری بودم که تو آزمون 100 زدم، خود مسئولین دانشگاه میگفتم اون انتخاب رشتم، تو انتخاب رشته اول یعنی انتخاب اولم پزشکی، انتخاب دومم دندان که فرقی نمیکرد در صورت چون تناسلی آزمون من بودم هر خلاصه کاری یه چیز میدادم قبول قبول میشه که میشدید، اون یه سال هرچی من میخواست پزشکی قبول بود. میشدی. خب اون سال که من خب پزشکی آوردم و رفتم خب دانشگاه ثبت نام کردم و یه اقامت دانشجویی گرفتم، خب رفتی دانشگاه یا من خب نرفتی؟ من بشه من رفتم دانشگاه ثبت نام کردم ولی خب حاضری گرفتم یه سال چون من زبان ترکی هم به اون صورت خوب نبود، خب زبان ترکی تو ایران کار میکردم به صورت آن کلاس آن میرفتم، ولی خب چون موقع پارو اینا موقع آزمون بود بیشتر سوالاتمون بودم دیگه اونو گذاشتم که هشت بودم. خب بعد اینکه تو دانشگاه ثبت نام کردم رفتم یه دوره حاضری گرفتم و دوره حاضری هم فکر کنم 4 ماه تموم کردم، شد تقریبا بهمن یعنی تو زمستون سرتیفیکامو گرفتم. بعد اون واقعیت بخواین چون من خب با این همه زحمتی که تو این 60 سال بوده به حال کشیده بودم میخواستم یه دانشگاه بهتری قبول بشم، یعنی حداقل مورد درسته. تایید یه دانشگاه معتبر مثل اگه استانبول. آره هیچی از اون تصمیم گرفتم از کار رو بود خارج شدم، دوباره برگشتم آنکارا تو همون خوابگاهی که قبلا بودم.
یعنی کارابوکو کل این ثبت نام مدت، یعنی از کردی زن بعد برگشتی آنکارا، درسته؟ آره، کاملا کاملا. یه دوره خب حاضری کم سه چهار تقریبا 4 5 ماه خوندم اونجا، برگشتم آنکارا. از آنکارا که برگشتم دوباره تمام خوابگاهی که قبلا گرفته بودم رفتم اونجا، بدون اینکه به هیچ کس بگم، حتی خانواده‌ام هم نمیدونستن این قضیه رو، در به این همه حد گفتی بهت داری بگم ترکی میخونی، رفتم اونجا. آره به فقط همه ترکی، آخه گفتی داری ترکی من ترکی خونده میخونی. بودم، سرتیفیکام هم گرفته بودم. آره تموم شده بود بعد ببین رفتم، من یادم ولی ترکی کسی اینا و از نمیدونست. یه سری از دانشگاه دیگه هم قبولی آورده بودی، یعنی فقط کارابوک نبود. ببینید سال اول کار غیر از کارابوک من چند تا یدک آوردم، یدکارم دیگه آخراش بود چون من تازه خونده بودم و نمیخواستم برم، اون نرفتم. حالا میدونم جریان ولی سال بعدی رو قبولیات هم دوباره بگو چیا توضیح دیگه بدم به تا تو قبول برگردم. شده بودی؟ یک دانشگاه من خدا، چیزو یادمه، کارادنیزو یادمه، اون نه کارادنی سال بعد بود، سال اگه بخوام اون بعدش. قبولی هایی که تو شما میگید سال، آه آره سال تمام، بعدش یعنی رو پس میخوام سال بهتون بعد بگم. ادامهشو بده، من سالا رو قاطی کردم. خب سال بعدش رفتم تو آنکارا دوباره، از اول اومدم نشستم. بعد جالب، اون خوابگاه ما یه کتابخونه داشت طبقه پایین پایینش، تنها نفری که میرفت تو اون کتابخونه من بودم. صبح رفتم روشن اونجا میکردی شروع شب کردم خاموش به میکردی درس میمدی. خوندن. دقیقا، یعنی خدا سر شاهده، خود مسئولاشونم با من دیگه دوست آشناش بودن چون قبلا هم اونجا رفته بودم، دیگه خیلی جای من خوب بود، میرفتم چای میریختم، میرفتم اونجا برمیگشتم، همه چی اوکی. هیچی، صبح میرفتم اونجا شروع کردم به دوباره به درس خوندن اینا. حالا نمیدونم منابع بگم یا اینو بعدا توضیح بدم. اونو بعدا میگی، فعلا فقط رو داستانت میخوام تمرکز کنی. آره شروع کردم به درس خوندن، بدون که از دوره، از نمیدونم به کسی بگم، شروع کردم از به درس خوندن، امتحان چی میدم، کتابا رو دونه دونه تست زدن، مفاهیم از اول یاد گرفتن، بعد رفتم آزمونای دانشگاه رو در آوردم نزدیک آزمونای اینا، تا شد بهار موقع آزمون میشه سال 2022. بعد تو این سال 2022 میگم، نه خانواده خبر داشت، نه دوستان، هیچ کس، همه فکر میکردم من دارم زبان ترکی میخونم در حال اینم. هیچی، شروع شد آزمونا، دونه دونه آزمونا رو شروع کردیم تا تموم شدم. حالا قبولیه رو بگم آره آره بگم الان قبولیاتو بگو. از سالی کتاب آره شدم. من داروسازی کارادنیز و پزشکیش رو قبول شدم، چون انتخاب رشته اولش داروسازی قبول شدم، بعدش انتخاب رشته دوم اجازه داد، اونو پزشکیش قبول شدم. دندون پزشکی من سرجوکم قبول شدم. پزشکی جمهوریت، خود جمهوریت آزمون ندادم اون سال، ولی پارسال جمهوریت من 98-75 زدم، همونو فرستادم، تونستم پزشکی اونم بگیرم. خب بعد پزشکی انگلیسی سامسون هم گرفتم، به اضافه دندانی یدک ساکاریا تو یدک چهارمش، خب یعنی این قبولیایی بود که اونجا رفتم. حالا فکر میکنی چرا اون دانشگاه رو با اینکه اون همه دانشگاه خوب قبول شدم نرفتم؟ واقع من علتش میدونم این چه بود که نرفتی ولی خودت بگو. جواب آزمون، جواب آزمون ها خیلی دیر اومد پول حسابی. من میدونی دانشگاه ما از 15 شهریور شروع شد، من شهریه دانشگاه رو ریخته بودم، خونه گرفته بودم، کرای خونه رو داده بودم، سال بعدش که میشد سال 2022 دیگه میرفتیم دانشگاه، اینا رو همه رو کرده تمامش انجام داده بودم. یه ماه گذشته بود بعد جواب اومد، یعنی خیلی دیر موقعی میاد. آره که من داشتم در نزدیکای امتحان های دانشگاه میدیم تو ترکیه دانشگاه پزشکی از تقریبا 14-15 شهری و شروع میشه، از مهر ماه شروع نیست، یکم زودتره درست، چون دو سیستمش هفته کلوبه. معمولا یا زودتر شروع به میشه. خاطر همینم آره به خاطر همونم خب دیگه نرفتم، چون هزینه هایی کرده بوده، اگه مثلا از اینا انصراف بدم برم اون دانشگاه، متاسفانه از نظر مالی بهم زیاد فشار می اومد و من نمیخواستم این اتفاق بیفته، هرچند که خانواده‌ام خیلی تشویق کردن این کارو بکنم ولی انجام ندادم. برای همینم وارد شدم، رفتم همون دانشگاه کارابوک یه سال، یعنی میشه پارسال تحصیلم رو شروع کردم به پزشکی و تا الان که در خدمتتون هستم. حالا میشه این سال امسالش، خب امسالش حالا تا الان پس سال ببینید بچه ها، یه سال ببینید من یه خلاصه بگم خیلی سریع. اومد سال اول کرونا شد نتونست بده، سال دوم اومد دید آزمون اونجوری نیستش که میخواد، سال سوم داد، سال دوم کارابوک ثبت نام کرد، سال سوم اومد شرکت کرد کل دانشگاهی که گفت و قبول شد. خیلی هم دانشگاه خوب، توش دانشگاه مورد تایید بود، غیر مورد تایید بود، پزشکی بود، دندون پزشکی بود، دارو بود، خیلی هم دانشگاه مطرحی بود. اما به خاطر اینکه دیر اعلام شد و شهریه داده بود، به هر حال فشار مالی هم هست دیگه، شما نمیتونی اوور تو ترکیه خرج بکنی. اومد تصمیم گرفت که کارابوکو بره، چون هم نسبت به سطح دانشگاهی که هست، یعنی دانشگاه خوبیه، اما شهریهش اونقدر بالا نبود.
احتمالا یه همی که و شهرش هم شهریه که اونقدر هزینه بالایی دقیقا. نداره، یعنی منطقا آدم بخواد انتخاب بکنه همین کار رو انجام میده. اما من یه نکته هم بگم، یعنی یادش رفت بگه، من این نکتهش هم خیلی برام جالب بود، کلا بی خیال ایران شد اومد ترکیه، یعنی پلای پشت سرش همه رو شکون دیگه. ما پسرای مشکل که داریم بیایم اینجا برگردیم دیگه نمیتونیم بیایم بیرون، یعنی با این ذهنیت اومد اینجا که خب من اینجا باید همینطوره. قبول شم، یعنی انقدر از خودش مطمئن بود که قبول میشه بله. اومد اینجا، یعنی یا قبول میشم یا قبول میشم، یعنی از این حالت خارجی دیگه ای نداشت. خلاصه با همه این کارا تصمیم گرفت که توی کارابوک پزشکی بخونه. داستانمون هنوز تموم نشده، ادامهشو میخوام خودش تعریف کنه. با نشد. پزشکی رو خوندی، خب الان وارد پزشکی شدی، یکم از اون آره حال هوای پزشکی وارد خوندن بگو. پزشکی. اون چیزی بود که تصور میکردی، علاقت بود اصلا، سختیاش یکم باز کن برامون. بله ببینید، پزشکی که واقعا میگم خیلی سخته، خیلی سخته. من پزشکی خوب میگی تو ترکیه 6 ساله و 3 سال اولش کلا علوم پایه است. سیستمی که متاسفانه الان نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه تو ترکیه سیستم به صورت سیستم کمیته یا کروله، یعنی که شما در طول سال 5 بار ازتون امتحان میگیرن، اونو میانگی میگیرن به اضافه یه فینال. حالا نمره قبولی دانشگاه 60 باشه 70 باشه، اگه به اون حد مجاز برسی بری سال بعد. حالا اگه نره مثلا تو باید کل سال از اول بخونی. یه مشکلی که خب ما تو ترکیه داریم، بهش میگن سیستم تو ایران انتگره. نداریم، خدا خدا رو شکر. آره دقیقا این سیستم رو داریم. حالا من شروع کردم، اما من سیستم کرول اول آشنایی نداشتم، بعد ها که خودم وارد شدم وارد رشته پزشکی شدم تازه فهمیدم چه سیستمیه. یه مشکلی که تو این سیستم کرول داریم، هر یک و نیم یک ماه و نیم ازتون امتحان میگیرن. موقع آزمون یه دونه آزمون شبیه کنکوریه، 100 تا سوال میاد از کل مبحثی که تو یه ماه و نیم خوندی. و مشکل بعدی هم که تو خود امتحان یا آزمون داره اینه که یه قسمتی داره به اسم باراش، که فکر کنم شما بدونید، نمیدونم بچه ها میدونن یا نه، باراجو اینکه شما بدونم. باید تو هر درس رو، آره تو هر درسی که مثلا فیزیولوژی باشه، هیستولوژی باشه، از درس‌های مختلف، باید نصف سوالات اون درس رو درست جواب بدیم. اگه نصفش رو نتونین جواب بدیم، به ازای هر یه سوال شما نمره منفی میکنید، نمره منفی که تو از نمره اصلیتون کم میشه. خب من آزمون من کرولی یه لحظه واقعا میونه خیلی خراب کلامت، من با کردم. سختی بارژ رو میخوام یکم بیشتر باز کنم. ببین بچه، مثلا نمره قبولی 60ه، شما 65 میگیری، حالا همه درس ها رو قراره توی یه روز امتحان بدید دیگه، مثلا 5 تا درسه، از درس شماره یک اگه نمره 30 بگیری، به خاطر اون باراجی که میخوری مثلا نمره 65 گرفتی، نمرتش 59 میمونی. اینم به این خاطر سیستمش که تفکرش اینطوریه، اون کسی که وارد میشه ممکنه یه درس رو کلا نخونه، منم نمیخوام بهش اجازه بدم هیچ درسی رو نتونه حذف بکنه، به همین خاطر همه رو باید بشینه بخونه. اگه قراره 60 بگیره، از همه باید 60 رو بگیره، تفکرش اینه، یعنی به همین خاطر کار خیلی سخت میکنه. من خواستم اینو توضیح بدم، ببخشید حالا میونه کلمت، ادامهش رو بگو. نه خواهش میکنم. حالا ببین، اعتقادشون اینه که باید یه دانشجوی پزشکی همه چیزها رو بلد باشه، یعنی هدف کارشون همین چیزی که شما توضیح دادیم. ولی خب این یه بدی خاصی خودش هم داره. شما بعضی از درسایی که واقعا تو دانشگاه به دردتون نمیخوره، تو علوم پایان بهتون تدریس میکنن، حالا نمیخوام اسم درس ها رو این وسط بیارم، ولی خب همونا بزرگترین ضربه رو به آدم میزنه. من همین امسال که داشتم درس میخوندم تو آزمون کرول پنجم، یه مش کرول پنجم در اصل بگم فینالم، تو فینال که داشتم آزمون میدادم، 2 تا سوال آخرم ترمینولوژی بود. از 100 تا سوال 150 سوال بود، فینال 50 سوال بود. من 2 تا سوال آخر رسیدم ترمینولوژی بود. ترمینولوژی ما 2 تا سوال آوردم و یه دونش رو درست جواب میدادم و من نرسیدم. به خاطر همونم من باراش خوردم، بعد کلی دردسر به خاطر اونم کشیدم. فکر میکنم همون باراشه. یه سال من خب پزشکی رفت. این سختی هایی که پزشکی داره واقعا، یه ماه و نیم یه ماه و نیم شما آزمون میدین، هر روز کل، یعنی بکن از صبح که 8 و 9 برین، معمولا 9 شروع میشه کلاس ها تا 4 و 5 دیگه، بعضی روزا شاید کمتر باشه صرف کلاس ها. هر استاد میاد کلی تدریس میکنه، کلی استایل میگه، شما خودتون فکر کنم بهتر از من میدونید مقدار حجم درس های پزشکی چقدره. من همیشه گفتم سخت بشین ترین یه رشته خیلی توی ترکیه، یا شاید بهتون بگم سخت ترین رشته دنیا واقعا پزشکی. تو هر جایی برین پزشکی سخت ترین رشته اون کشوره. حالا هر کی هر چی میخواد بیاد بیا، من خودم دندون دارم میخونم، تمامم شد آخرشه. یعنی من خواهرم هم خودش داره پزشکی میخونه، ما توی یه سال وارد دانشگاه شدیم، واقعا میزان درسی که من میخونم با میزان درسی که اون میخونه واقعا قابل مقایسه نیست. یعنی من اینو چون به چش دیدم واقعا طرفدار این قضیه، اصلا وارد این قضیه نمیخوام بشم که آقا دندون سخت داره یا پزشکی. قطعا پزشکی خیلی سخته، خیلی سخته، مخصوصا لحاظ بار تئوری.
حالا یه چیزی جالب تر بهتون بگم، همون سالی که من داشتم وارد کلاس پزشکی میشدم، پارسالش دوستان بودن که تو پزشکی میخوندن واسه وارد میخواستن وارد سال دو بشن، از تقریبا به 9 نفر یا 10 نفری که پزشکی مثلا اون سال من که میخواستم تازه وارد بشم پارسالش بودن، فقط یه نفر رفت سال دو، بقیه همه موندن. یعنی فکرشو بکنید، یعنی از 9 10 نفر فقط یه نفرش تقریبا 1% قبول شده بود، بقیه شده بودن همکلاسی من. و جالب اون سالی که من وارد کلاس شدم، یعنی پارسال، کلاس پزشکی به حدی زیاد بود، توی کلاس جا نشدیم، شدیم 2 تا کلاس، فکر کنم 267 نفری بودیم، اینقدر که فکر کنید مثلا نتونسته بودن قبول بشن، حالا یه کرول از دست داده بودن یا یه درس یا فینال. بس چی، امسال که گذشت کرول یک از دست رفت، کرول دو بهتر شد، بس کرول سه به بعد که میدونید که خب کلاس آنلاین شد، آزمون آنلاین شد به خاطر قضیه که تو زلزله واسه ترکیه پیش اومد، و به نسبه اون نمرات ما خیلی خیلی دیگه بهتر شد الحمدلله، تونستیم نمرات از مثلا یه دفعه 70 75 80 اینا بزنیم تا همون آزمون آخر. تقریبا اوایل بهار بود که من کم کم به این فکر کردم، گفتم الان من که مثلا پزشکی میخونم 6 سال این رده، 3 سال اولش هم به این سختیه و هر بگم سال سالش هم من چهار است، اگه 3 سال بخوام اولم سخت‌تره. بیفتم این خب همون دیگه، همون دقیقه. خب فکر کنی 3 4 سال اول به این حد سخت‌تره، من هر سالم بخوام 2 سال بگذرونم، خب من 3 4 سال اول باید تو 8 سال بکنم، در حالی که کل فیزیکی 6 ساله، این میشه یه درد سر بزرگ واسه من. بعد کم کم این فکر کردم، گفتم خب من از اول دوست داشتم، مثلا اون موقع یادتون باشه باهاتون تماس گرفتم راجع به اون آره. صحبت کردم اینا، گفتم خب من دندان از اول دوست داشتم برم، کار عملیش بیشتر بود واسه من، بهتر بود. در حال حالا از نظر درآمدی این آیندهش هم خب بحث جدا، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی خب برای شخص من، خود شخص من بهتر بود. چرا اون موقع من به جای اینکه پزشکی اول بزنم چرا دندان اول نزدم؟ هیچی، کم کم هی این ایده تو زرم سرم چرخی غلک چرخی چرخی تا یه ماه اینا، آره غیر غلط میده دقیقا آدم. بعد یه دفعه این فکر افتادم که من چیکار کنم، بیام دوباره یه آزمون بدم واسه دندان. بعد جالب بود دانشگاه کارابوک امسال قبل اینکه اون بخواد آزمون آخرش رو بگیره، گفت من کلا امسال آزمون نمیگیرم، میام از آزمون مرکزی استفاده میکنم. آزمون مرکزی هم که میدونی چه جوری برگزار شد، که یه چیز فرمالیتی بود اینا، میبینه آخرش بود که رفت طبق من صحبتایی که با مسئولین یا قسمتایی که تو دانشگاه داشتم گفتن آزمون دیگه برگزار میکنیم، و همین شد یه دونه نه هدف واسه من که بخوام دوباره آزمون بدم واسه رشته دندون پزشکی. دیگه هیچی، آزمون اعلام کردم، من ثبت نام کردم، من تقریبا بگم 2 هفته و نیم مونده بود به آزمون، خدا سر شاهده، و اون موقع من ایران بودم، یعنی ایران ترکیه بودی هم نه، خب؟ چون من موقع بهار برگشته بودم. آره آره برگشته بودم ایران، هیچی این جرقه تو ذهن من بود، من ثبت نام رو دادم دوستم انجام بده تو ترکیه، ثبت نام و اینا رو جمیلار همه چیز رو اوکی کرده بود، من شروع کردم به خوندن، 2 هفته و نیم مونده بود به آزمون. اومدم شروع کردم از جزواتی که خودم نوشته بودم، این چیزای تکمیلی که داشتم به اضافه سوالات تست اینا از دانشگاه، و خود دانشگاه کارو بود میدین که سوالاتشو بیرون نمیده مال سالای گذشتهش و یوسف اینا، من اومدم از جای مختلفی جمع کردم یه چند سالشو، اومدم اونا رو تمرین کردم اینا، وارد آزمون شدم، یعنی امسال سال 2023، و با نمره 98 تا 75 تونستم دندون پزشکی قبول بشم. آزمون خود کارابوکو وارد شدی درسته؟ یعنی آره آزمون وارد کار بود خودم، من نمیخواستم دوباره هزینه کنم کل دانشگاه رو دوباره شرکت کنم و اینا، گفتم من دیگه همینجا مونده، همینجا ساکن شدم، دیگه عادت دیگه به اینجا عادت کردم، کردم بذار به اینجا، همینجا رو دوباره محیطم که میشناسم، دانشگاه میدونم چی به چی، الکی آره خودم رو اذیت نکنم. دقیقا اینجا رو شرکت کردم و خداشو میگم با نمره 98 تا 85 تونستم دندونش رو بیارم. خب افشین جان، تا الان اومدیم جلو، تا اینکه گفتی چه پروسه رو طی کردی، از نقطه صفر رسیدی به این نقطه ای که الان میخوای به رشته ای که دوست داری. واسه من جالبه که یکم توضیح بدی چی شدیم وسط بیخیال نشدی، چون حساب بکنیم تقریبا 5 یا 6 ساله که درگیر آزمون دادنی، حالا چه تو دانشگاه باشی چه آره نباشی، 5 یا 6 ساله داری آزمون میدی، بعد اون وسط خب خیلی اتفاقای بد افتاد برات دیگه. اول از همه زحمت کشیدی نتونستی به امتحان بدی، بعد اومدی آزمون دادی دیدی اون چیزی نیست که فکر میکنی، تازه قبلش هم تو ایران 2 3 بار کنکور داده بودی، یعنی اون نتیجه که میخواستی هم باز تو ایران نگرفته بودی، بعد رفتی دانشگاه دیدی اون چیزی که میخوای نیستش، ولی خب هر کی به اینجا بود میرسید گفت خب دیگه میخونم یه جوری دیگه. این ذهنیت، و تو این وسط هم یه فاکتوری هست به اسم سن، که سنت داره میره بالا،
اولین باری که اومدی استادی چند سالت بود؟ من تقریبا 23 سال الان چند سالته؟ من دارم انشالله به سمت 27، یعنی 26 هم انشالله به سمت 27 دیگه. 27 داری میری، یعنی این ذهنیت های وسط. چون ببین من خودمم تو سن دیر دندون پزشکی شروع کردم، من 26 27 ساله، 26 همین دقیقا تو همین سن تو من دندون پزشکی رو استارت زدم و خیلی ها بهم میگفتن که سنت زیاده، بیخیال شو، تو این سن اگر درس بخونی تازه تو 31 سالگی دندون پزشک میشی، بعدش میخوای چیکار کنی و... یعنی این فشارام هست دیگه، ناخودآگاه هست، هم بعضا خودت میشینی فکر آره. میکنی هم بقیه بهت میگن. چی شد که بیخیال نشدی دیگه؟ چی شد تونستی این چیزایی که فکر میکنی و یه جوری مدیریتش کنی؟ این واسه من خیلی جالبه، میدونم چه اتفاقی افتاد. ببینید آقای پروفسور، در مورد فاکتور سن بهتون بگم، خب خیلی خوبه که آدم بتونه خودش نسبت به گذشته خودش مقایسه کنه. یعنی منی که افشینی که الان هستم با افشینی که 2 سال پیش بودم خیلی متفاوتم. متوجه چی میگم؟ کاملا انسان روز به روز داره تغییر، دنیا هم در حال تغییره، و وقتی که اگه تو تغییر نکنی مسلما از این قافله عقب میمونی. واسه همین میگم کسایی که فکر میکنن 23 سال 24 سالشونه که خیلی دیره و اگه برسن و اینا، ببینید من همیشه یه چیز میگم، بازم میگم بالاخره بخوای نخوای تو 30 سالت میشه. حالا این 30 سال رو میتونی بخونی دکتر بشی یا 30 سال نخونی، بازم همین همین آدم فرقی نمیکنه. برای همین که آدم هیچ نباید از اهداف هدفهایی که برای خودش گذاشته دست بکشه. ببینید هر کسی یه سری آرزوها داره، یه سری اهداف داره، و مهم اینه که چقدر میتونه در طول عمری که داره تیک اینا رو بزنه. من به قول شاعری داریم که میگه اینکه چقدر زندگی کنی مهم، اینکه چطور زندگی کنی مهمه. من واقعا میگم من همیشه اعتقادم اینه 50 سال زندگی کنم، ولی اونجوری که میخوام زندگی کنم، نه اینجوری که برام خواستن زندگی کنم. همه اینا خب باعث شده که من ذهنیتی داشته باشم هیچ وقت نباید از تلاش و کشتگار برای چیزی که دادم دست بکشه. این اون خیلی خیلی وسطاش مهمه. وقتایی که قبلا هم ناامید میشدی چیکار میکردی؟ والا ناامید شدن میرفتم خلوت میکردم، واقعیت رو بخوای من آدمی هستم زیاد با خودم خلوت میکنم، و تو این خلوت باعث میشه ذهنم کم کم به خودش بیاد و بتونم تصمیم بهتری بگیرم. اونجوری نبود که من برم داد و فریاد بکشم یا گریه کنم. من یکم آدمی که یکم سخت جونم به اصطلاح، و خیلی خیلی به سختی گریه میاد، ولی خب همیشه سعی کردم تو خلوت ها زیاد خلوت کنم، حالا تو جاهای مختلفی اینا، یا یه موزیک خیلی آرامش بخش. حالا من یه سری موزیک دارم واسه خودم، این موزیک های خیلی خاصی هم با خب صدای خاص و اینا رو میگیرم تو سکوت خودم، ممکنه چندین ساعت حتی طول بکشه خلوتم، ولی خب بعد اون باز میشه یه تصمیم خیلی خیلی مهم برای زندگیم بگیرم. و همیشه آدمی بودم که سعی کردم وقتی مشکلی برام پیش میاد دو حالت در نظر بگیرم، اگه میتونم مشکل رو حل کنم که در پس مشکلش حالا میام راه حل براش پیدا میکنم، فکر میکنم راجبش، اگه نتونم مشکلم حل کنم دیگه میپذیرم، اتفاقی که افتاده کاری هم نمیشه کرد. اگه بتونید تو زندگیتون همچین ایده ای همچین فلسفه ای برای خودتون بذارید، من فکر کنم خیلی خیلی آدم میتونه زندگی موفقتر و بهتری داشته باشه تا اینکه ای بخوای با مشکلات چالنجر بری. به سلام میگن اینجوری بهتون بگم، مشکلات همیشه هستن، یعنی شما یه مشکل حل کنی فردا یه مشکل دیگه پیش میاد، مهم اینه که چجوری مدیریتش کنی، وگرنه هیچ وقت فرصتی برای خوشبختی به وجود نمیاد. متوجه شدم. خب حالا یکم بذار تخصصی تر راجع به این منابع با هم، مثلا راجع به آزمون خودی، آزمون یوس با هم صحبت بکنیم. فرض کن افشین الان ریست شده، خب ولی با اطلاعات الانش دوباره میخواد وارد آزمون یوس بشه، الان چی کار میکردی؟ دقیقا اول بگو مدلی که واسه خودت برنامه میریختی چطوری بود، بعد من خورد خورد سوال میپرسم دیگه. اول بگو ببینم برنامه کلی که واسه خودت میریختی چی بود، بعد ریز میشیم تو منابع. یعنی اینکه از اول اگه میخواستم یوس برم آره دیگه از درست اول میشم الان میخوای دیگه از دفعه به عنوان قطع یه شد سال صحبت. اولی میخوای وارد آزمون یوس بشی، اصلا حتی بذار ازت با این سوال شروع بکنم، به نظرت واسه یوس چند ماه باید درس خونی؟ برای یوس والا بسته به هر قبولی تو شخصی رشته تاپ دیگه، متفاوت. منظورم اینه مثلا پزشکی، دارو، آره بزی. ببین دندون. بسته به هر شخص استعداد و پای ریاضی که داره واقعا متفاوته، نمیشه یک برنامه کلی برای همه واسه ریخت، یکی ولی که به پایش نظر من شخص متوسطه بگو، نه خیلی خوبه نه خیلی بده.
برای اینکه یکی پایش خوبه تقریبا 2 سال باید قشنگ بخونه، بشینه بخونه مرتب. روزانه چند برای ساعت؟ کسایی که حالا پایشون زن، روزانه من برای همچین آدمی 8 تا 9 ساعت درس خوندن رو توصیه میکنم. کمتر از اون رو من هیچ وقت نمیپذیرم، بیشتر از اونم واقعا بازدهی ذهنیش خیلی خیلی کم میشه، ولی 7 تا 8 ساعت الا حالا 9 ساعت هم بعضی روزا باشه فوق العاده میتونه، اگه با تمرکز با دقت بالا و با اون پشتکاری که پشتشه انجام بده فوق العاده خوب میشه. توی 2 ساعت شما نگاه کنید، خب 8 ساعت 9 ساعت درس خوندن در طول 30 روز میشه تقریبا یه چیزی حدود 240 ساعت درس خوندن. خب 240 ساعت درس خوندن تو هر مبحثی آدم مطمئنه یه تخصصی در اون کار پیدا میکنه. به برای افراد دیگه هم مشاور اگه میگرفتی به عنوان سال اولی کسی که راهنمایی کنه؟ مشاور سال اولی رو که من مشاور نداشتم، نه، و نه من الان خیلی صفریه. با گفتم این رفت تفکراتت به نظرت یکی از لازمه کنارت باشه اطلاعات درست رو بهت بده؟ 100 درصد 100 درصد. ببینید اکثر کسایی که وارد یوس میشن اکثرا تو سنین حالا زیادی نیستن، بین 17 تا 23 24، حالا ما رو نگاه نکنید دیگه، ما ماشاءالله سنمون پیر شدیم، ولی خب اکثر افرادی هستن جوانتر 17 18 19 نهایتا حالا 20 21 22 هم دیدم دیگه، از اون بالاترش میشه تقریبا همسنای ما که اون شرایطشون خاصه، ولی اکثر تو این افرادی که تو این سن هستن با توجه به شرایط، موقعیت، طرز تفکری که دارن اینا، احتیاج دارن که یه کسی بالا سرشون باشه، احتیاج دارن که یه کسی براشون برنامه هاشون رو چک کنه، ساعت کارشون رو چک کنه، بگه فلان کارو بکن فلان کارو نکن اینا، وگرنه اون آدم غرق یه سری کارهای دیگه میشه که اولویتاش واقعا فرق خواهد کرد، یعنی تفاوتی که تو کارش ایجاد میشه خیلی خیلی بزرگتر خواهد شد. برای همین واقعا میگم کسی که از اول شروع میکنه مخصوصا تو این سنی واقعا احتیاج به مشاور خیلی آزمون داره. آزمایشی چی؟ آزمون آزمایشی ثبت نام میکردی؟ 100 درصد چند تا آزمون ثبت نام آزمایشی میکردی؟ سعی کن. والا من آزمون آزمایشی سال اول که هیچی، هم مؤسسه بود، سال بعدش هم یه چند تا جا بود، یکی جایی که خب من بهارش اومدم تو آزمون شما شرکت کردم و چند تا جای دیگه، ولی من توصیه که میکنم اینه که همیشه سعی کنید تو آزمون های آزمایشی مختلف اما خوب شرکت کنید، نه نباشه که طرف میاد سوالات آزمون سال قبلش رو میاره، بعد طرفی که مثلا سال قبل تو هم آزمون شرکت میکرده میاد از روش جوابا رو میزنه سریع تمام آره میکنه، آره یا بیاد یه دونه آزمون خیلی مؤسسه همین بود. بعد نفر اولش نگاه میکنی چی نشدن. نه من خیلی با میدونی رای برسای خیلی مؤسسات رو میشناسم، یعنی دونه بدونه الان استاداشون هم کسایی که براشون کار میکنم میشناسم، خیلی از قبلی هم که میزنم قصد دروغه، یعنی من نمیخوام وارد قشنگ اون یه بشم، اون مدت الان چیز نداره، من بیشتر میخوام رو تو تمرکز بکنیم، چون خیلی واسم این مدل خاصی هست، یعنی این طرز تفکر خیلی ها ندارن، خیلی از پسش بر نمیاد. حالا اونو بخوام وارد اون بشیم که هیچی، الان باید 2 ساعت دیگه بشیم حرف بزنیم، اون مهم نیست. پس آزمون آزمایشی رو مهم میدونی، مشاور داشتن رو مهم میدونی، بریم یکم تو خود منابع ریز بشیم. به نظرت الان بخوای مثلا خودت ریاضی رو استارت بزنی با یه پایه متوسط چی میخونی؟ ببینید منابعی که اولی که من میگم اولین سمی باید پوزا بخونه، یعنی هر کسی که تو سطح متوسط یا پایینه باید حتما حتما تو کتاب هندسه ریاضی و IQ پوزا بخونه، چون پوزا بهتون بگم عمیق ترین مفاهیم تو همون پوزاست، یعنی کامل ترین. اگه یه کسی میخواد پای ریاضی شو مخصوصا برای یوس اوکی کنه حتما حتما اول باید پوزا بخونه بدون استثنا، کل درسنامه ها کل تستاشو بزنه. بعد از اون حالا بعد اینکه پوزا رو تموم کرد، من توصیه که خودم حالا کاری که خودم انجام داده بودم، رفتم بانک سوالات متروپول آوردن کار کردم، فوق العاده کمک میکنه بانک سوالات، سوالات خیلی خوبی داره، حالا کتابایی که خودتون میشناسین از زردآبی که موجوده و سری کتابای دیگه، و برای اون برای کتابای تکمیلی تر، یعنی من به تکمیلی تر من گالاتا رو فوق العاده پیشنهاد میکنم، مثلا چاپای جدید 2023 که خودتون هم حالا در جریان نشستین، از سوالات، سبک سوالاتی که گذاشته، طرز فکری که پشت اون سوال بوده، طرز فکری که طراح داشته، راه حلایی که میتونه برای سوال پیشنهاد بشه، اینا فوق العاده کتاب خوبیه، از جمله دینامه هایی هم که گذاشته. واسه پس هندسه پوزا رو پیشنهاد دادی، اول با انتشارات پوزا استارت میزنی، بعد کتاب آیت تیتر رو چطور میبینی؟ به نظرت کتاب مفیدی هستن؟ آیت تیتر من همشو نه، ولی خب یه بخشی از سوالاتش هستن که متوسط یا متوسط به بالا هستن که اونا رو من بیشتر توصیه میکنم موقع جنبندی بچه ها استفاده کنن،
هم دیدگاه خوبی بهشون میده، هم اینکه با یه سری از سبک سوالات سخت برای دانشگاهی مثل دانشگاه ایگه، مثل دانشگاه اوندوکوزمایس، حتی مثلا دانشگاه خود استانبول هم که سوالات سختی مثلا ممکنه بیاره، میتونه از این کتاب استفاده کنه. بعد کتاب این و منابع چه جانب کتابایی پیشنهاد میکنی آیت تیت؟ بعد حالا لیسه یگسه چی؟ اونا رو پیشنهاد میکنیم. من حتی لگسی یگسه رو بهتر از مثلا کتاب های آیت تیت میبینم، چه کتابی چون مثلا؟ کتاب های خودت چی زدی؟ واقعیت رو بخوایم الان حضور ذهن ندارم، اگه خودتون بگیم من اسماشون رو بگیم بهتون بگم، چون مثلا خیلی وقتی از لیسه این ترجمه یگسه، کاراکوک، اسن، کاراجان، اسن بیلفن. من خیلی خوب میدونم. اسن فوق العاده کتاب خوبی، یعنی کسی که گالاتا رو تموم کرده برای تمرین بیشتر و بهتر میتونه از همون کتاب های اسن استفاده کنه. بیلفن کتابی است زیادی سخت کردن، من فکر نکنم یوز کسی که بخواد یوز بخونه در اون حد شاید به بعضی از سوالاتش به در بخوره، ولی در اون حد نه. بیلفن چاپ کتاب های قدیم رو من کاراکوکم میگفتم ها، یه بیلفن لیسه آره یگسه، این دقیقا بیلفن آخری این آره خیلی خوب نیست، این بیلفن 2023 آره چاپ آخرش اصلا خوب نیست. نه من کتاب های قدیمیش آره، مخصوصا کتاب های اسنان قدیمی، و من اگه یادتون باشه موقعا با شما در ها موردش صحبت کردم، فوق العاده کتاب های خوبی هستن میتونه استفاده کنم، ولی همیشه یادتون باشه بعد از این سه منابع پوزان، متروپول و گالاتا برن سراغ این کتاب ها. یه دفعه جو نگیره، هنوز پوزا رو بلد نیست طرف بره بپره تو این آره کتاب ها خیلی بده. جو گیره. جدا بعد من ایده هندسه هم رو یه چی سری پیشنهاد میکنی؟ هندسه کامل ترین کتاب برای هندسه، هندسه پوزاست، فوق العاده کامل، فوق العاده تکمیل، مخصوصا از نظر درسنامه. بعد اون کتاب جانر کتاب خوبی برای تمرین، سوالات خیلی خوبی داره. یه کتاب گالاتام، هندسه گالاتام بد نیست. یه کتاب دیگه هم بود الان حضور ذهن ندارم واقعیت رو بخوای، نمیدونم حالا خود چی در نظر. یه کتاب دیگه هم بود اصلا کتاب های چاپ انتشارات قدیم یوست بود، بود. انتشارات یوس بود بله، الان انتشارات یوس که هم کتاب های کارکوکو لگسی یگسه بود، اونم بعضی سوالاتش خوب بود، ولی من همینو میگم واقعا بتونید تو هم کتاب های یک پوزا و دو جانر، این دوتا کتاب واقعا واقعا با تسلط کافی بلد باشی به هیچ کتاب دیگه احتیاج نداریم، چون اصل مفاهیم و کلیت سوالات تو همونه. آیکیو چطور؟ درسته حالا تر بگو بگو آیکیو درسته من به چی؟ نظر جملت رو بخش خواهش میکنم در مورد هندسه ببینید، هر چقدر شاید ممکن تر اومده باشه، یه سوالات عجب و عجب کشیده باشه و نمیدونم یه چیز عجیب غریب، ولی واقعا اونم بگردی از هم مفاهیم اولی استفاده میکرده، نرفته یه چیزی از مثلا آموزشات عالی دانشگاه بیاره و بیاد مثلا یه چیزات تخیلی توش با اثبات اینا توش گذاشته باشه. در مورد آیکیان به نظرم هرچی بتونن سوالات مختلف کار بکنن بهتره، چون از چی ببینید شروع میکنی آیکیو تو مثلا؟ این قاعده، منبع یک، منبع دو، منبع سه. ببینید منبع یک من هم پوزارت واقعا توصیه میکنم بعد پوزا حتما متروپول کار بکنن، متروپول مثلا کتاب های دینمی که برای متروپول هست، دینمی 40 تایی 15 تایی که تو اون هست، بعد کتاب بعد اونم کتاب چی میگه آی کیوی خود گالاتا، گالاتا. فوق العاده کتاب خوبیه، یعنی آخرین کتابی که به نظرم استفاده کنم برای آی کیو گالاتاست، گالاتا یعنی سنگینم سوالاتی که تو سخته. خیلی یعنی فکر نکنم بعد اون به کتاب دیگه ای سوال، من نمیدونم طراحش با خودش چی فکر کرده، ولی سوالاتی که توش طراح اون هست کتاب فوق یک ذهن بیمار داره، واقعا ذهنش مریضه اصلا. واقعا واقعا پریشون مریضی حالا یعنی نمیدونم تو میدونم این یه 25 جوری آزمون آخر گالاتا رو دیدی یا نه؟ ما الان داریم پاسخنامه اونم می نویسیم، اونم آره ذهن نه مریضیه آره واقعا. اصلا نه یه سری سوالاشو که ما زیداله هنوز خودمون هم راه حلی واسش پیدا نکردیم، یعنی هنوز یه 20 تا سوالش اینا فکر میکنم باشه که هنوز دست نخورده است، نمیدونیم چیه، یعنی غلطه، اگه درسته چطوریه، اگه این سوال آی کیو، اگه آی کیو ما آی کیو بلده، واسه که درگیر شدیم دیگه. واسه یه پرابلم و منطق پیشنهادت چیه؟ پرابلم منطق و کتاب کتابی بود فکر کنم از خود شما اون موقع برداشتن برام فایلش فرستادن، فکر کنم منطقه تساری بود متروپول یا رو میگی؟ جدا از متروپول. ببینید کتاب پرابلم منطق و اول پرابلم منطق آخرهای کتاب ریاضی چی مثلا برای پرابلم پوزا هستش، اگه بخوام مفاهیم یاد بگیرید برای تمرین بیشتر و تسلط بیشتر حتما متروپول استفاده کن که کتاب جداگونه هست، و آخرین کتابی که میشه ازش استفاده کنم فکر کنم یک کتابی مربوط به تساری بود یا یه جزوه ای از اون بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، نمیدونم دقیقا حضوری ندارم، از اونم هم استفاده کنم تاساری کتاب خوبه، منطق ولی داریم، هم چیز کوزماتیکو فکر کنم میگی.
آره فکر کنم همون اونم میگم الان باشه. زوم ذهن ندارم واقعا، ولی یه چیزی هم هست برای خود این پرابلم بود، برای منطقی کتاب جداگونه هست که مال متروپول، اون فوق العاده خوبه، یعنی اسمش رو فکر کنم هم متروپول قربان منطقی کاسه گذاشته ادیشن درست دوش، مارکت. یعنی باید چاپ آره دوشه بگیرم، آره باسکی دو، یکیش آره به آره درد نمیخوره، یکیش که دقیقا غلط داره و ناقصه. خب تو این تایم ببین، من حالا دقیقا همیشه توی مشاوره ها و مصاحبه ها و اینا بچه های سوالی ازشون میپرسم و تو مشاوره ها بیشتر روش تاکید میکنم، تو مصاحبه ها میخوام از دهن بچه ها بکشم بیرون. به نظرت مرور باید چطوری باشه؟ آیا اصلا مرور مهمه یا نه؟ ببینید، یادگیری شما 20% تو موفقیت، مرور شما 80% موفقیت تشکیل میده، یعنی تو هر کاری برای یادگیری هر چیزی تنها و تنها یه چیز به دردتون میخوره اونم تکراره. شما در نظر بگیرید آقای پروفسور، حالا من بچه ها میگم شما بخواید یه رانندگی هم یاد بگیرید، اولش خیلی با جدیت فرمون رو میگیری، ای دنده اینجوری نشه اونجوری نشه، نخوره به اونجا نخوره به اونجا، ولی خب بعد یه مدت دیگه آدم عادت میکنه، همینجوری دنده عوض میکنه. اینا با گوشی هم توصیه نمیکنم پشت رانندگی با گوشی صحبت کنی، ولی خب از این اتفاقا قشنگ میفته. برای درس ریاضی آی کیو منطقی هم مخصوصا ریاضی و هندسه، چون یه سری مخصوصا هندسه که میبینی فرمال کلا فرمول قواعدی که داره و مخصوصا ریاضی فرمول چیزایی که داره، تنها چیزی که به دردشون میخوره مخصوصا تو روش حل سوالات، وقتی که من یه سوال میبینم بدون اینکه بهش بخوام فکر کنم در جا بخوام بنویسم جوابش، تنها چیزی که به دردشون میخوره تکراره، و اون تکرارم فقط و فقط از تست زدن از تمرین زیاد به وجود میاد، تنها راه حل موفقیتشون همینه، و اونم نیازمند زمان گذاشتنه. شما یه هدفی گذاشتی مسلما باید برای زمان بذاری، زحمت بکشی تا بتونی به اون نتیجه که میخوای برسی، وگرنه خب مسلما غیر ممکن میشه. خودت مروراتو چطوری انجام میدادی؟ مرورم والا من خب من چی میگم، از منابعی که خوندم و اینو تو زاو و متروپول گالاتا و کتاب های دیگه اومدم جزواتی برای خودم نوشتم، هنوزم جزوات دارم تکمیل، عکساش هم کشیدم تو گوشی من موجوده، اون جزوات رو مرور میکردم، بعد اون جزوات میرفتم دوباره سوالاتی که برام مهم بود، سوالاتی که هایلایت کرده بودم، به سوالاتی که به نظرم سخت میومد زمانی بیشتری برای حلش گذاشتم، اونا رو میرفتم مرور میکردم، و خب حالا جنبندی نمیدونم بعدا صحبتش کنیم یا تو الان، حالا جنبندی رو بعدا هم چطور مجبور انجام دادی؟ میرفتم. حالا جنبندی و مرور با همه دیگه تقریبا. آره ولی میدونید بعضی کسایی هستن که خب درسشون رو زودتر تموم میکنن، زودتر وارد مرور میشن، بعضی هستن دیرتر تموم میکنن چون دیرتر شروع کردن بعد، ولی خب من به شخص مرورم و تقریبا موقعی شروع کردم درسم خیلی زود تموم کرده بودم، مرور رو وقتی شروع کردم که من تقریبا تونستم دوبار مرور کنم موقع، و اومدم سوالات دانشگاه رو در آوردم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه این که بچه ها استفاده کنن مخصوصا تو دوران جنبندی، اینه که برید سوالات سالهای گذشته دانشگاه رو در بیارید و اون سوالات رو حتما حل بکنید، طرز دیدگاهی که اون در حال طراح داشته، سوالاتی که آورده، سبک سوالاتی که آورده آسون بوده سخت بوده، اینا چقدر به سوالات سخت اهمیت داده چقدر به سوالات ساده، بر اساس اون بیان درساشون رو مرور کنم، چون ببینید کتاب ها جای خود دارد، منابع جای خود دارد، ولی اون چیزی که مورد نظر اون طراح بوده، اون چیزی که اون دانشگاه مورد نظرش بوده و هر ساله داشته تکرار میکرده، اصل کاری باید اونو یاد بگیرن و همونم دوباره مطمئنا برای سال بعدشون تکرار میشه. من همین کارو میکردم، میرفتم سوالات دانشگاه رو در میآوردم، اونا رو حل میکردم و چیزای سوالاتی که توش مشکل داشتم میرفتم دوباره از منبعش از یه کتاب دیگه تستاشو میزدم و همینجوری میرفتم. بسیار عالی. دیگه وایسو ببینم، من این سری سوال خوب داشتم، تقریبا همشو جواب دادیم با هم، همشو صحبت کردیم، فقط آخرین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم آزمون تیاریوسه. به نظرت آزمون تیاریوس مهمه؟ مهم نیست بچه ها واسش زمان بذارن نذارن؟ در مورد آزمون تیاریوس، ببینید قبل اینکه آزمون تیاریوس برگزار بشه یه سال قبلش قرار بود آزمون یوس مرکزی یا امیوس برگزار بشه، که اونم خدا رو شکر به لطف مافیا و لابیگری هایی که این وسط بود اینم خدا رو شکر تعطیلش کردن تا سال بعدش. تیاریوس ببینید، تیاریوس رو من چجوری خیلی پر اهمیت میدونستم، در صورتی که آقای پورحسابی اون آزمون فقط آزمون تیاریوس مرکزی باشه و دانشگاه نتونه آزمون خودشون رو برگزار کنن، در اون صورت من تیاریوس فوق العاده آزمون مهمی میدونستم مثلا از سبک سوالات. و یه چیز دیگه هم اینه که طراحی که میان آزمون تیاریوس برگزار میکنن طراحی باشن که از سوالات خیلی خوب، از سخت باشه آسون باشه، یه آزمون خیلی استاندارد که بتونه یه تفاوتی بین بچه ها ایجاد بکنه، یکی که مثلا بیشتر کار کرده با یکی که کمتر کار کرده وجود بیاره. ولی خب آزمون تیاریوس گذشته که پارسال برگزار شد یه آزمونی بود خب بیشتر فرمالیته بود، نمیدونم چند تا از دانشگاه تونستن
با اون انتخاب رشته بکنن، جدا از اون که خب خود دانشگاه هم دوباره آزمون برگزار کردن، از آزمون خودشون هم انتخاب رشته کردن و اینو بیشتر ظرفیت هم به اون دادن. ولی این نظر شخصی من اینه که حتما حتما بچه‌ها تا جایی که میتونن برای آزمون تیاری دوستان بخونن، از اونم استفاده کنن، چون خانه‌ها دانشگاه ترکیه الان تصمیمی که گرفتن اینه که بخشی از ظرفیت رو دادن به اون آزمون تیاری است، و کسانی که بتونن آزمون تیاری رو شرکت کنن اگه نمره خوبی بیارن میتونن تو همون انتخاب رشته هم شرکت کنن و شانس بیشتری قدم برای موفقیت فراهم بشه. آره آزمون تیاریوس برحال منم اولش که من فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه، اما حالت فرمالیته رو داره، ولی به انتخاب رشته ها که رسیدیم دیدیم عجیب غریبه دیگه. یعنی خیلی از دانشگاه با تیاریوس برداشتن، آزمون تیاریوس امسال هم واقعا تفاوت بچه ها رو مشخص نکرد. یعنی اونایی که خوب بودن و از اونایی که یعنی قابلیت اندازه‌گیری درستی نداشت، بیشتر آزمون سرعت بود و بله یکم هم چاشنی شانس بود دیگه. حالا ببینید چقدر خوش شانس بودی چقدر بد شانس بودی. به بله یه سوال آخر ازت بپرسم و بحث رو تمام کنیم، واسه من که خیلی شیرین بود این چیزایی که شنیدم ازت، واسه هم جذاب بود واقعا اینکه چی عزیز تو من، ذهنت گذشت و توی این مدت چه بلایی سرت اومد. این درس دیگه، یعنی از این به بعد یه سری افراد میان به من غور بزنم میگم برو اینو ببین حرف نزن، یعنی انواع بلاهای مختلف سرت اومد از هر جا بگیری، یعنی از نقطه یک تو ایران شروع کنی به این نقطه ای که هستی برسی، یه هر سال یه بلای خلاصه سرت اومد دیگه. الان به یه نفری که سال اول و موفق نشده، یا یه نفری که احساس میکنه سنش زیاده، یا اونی که کلا ناامید شده، چه توصیه ای داری؟ چی بهش میگی؟ اگه در حد 30-40 ثانیه بخوای بهش یه نکته خیلی مهم میگی، فقط یه نکته، اون نکته ای که به نظرت الان میتونه مغزش رو تکون بده کمکش بکنه، چی بهش میگی؟ در زندگی همیشه مشکلات و ناامیدی هست، اما هرگز تسلیم نشو. ببینید آقای پورسابی، من بخوام یه خلاصه بگم، من آدمی بودم، 3 سال کنکور دادم، پرستاری خوندم، انصراف دادم، اومدم وارد یوس شدم، سال اول نتونستم، سال بعد یه دانشگاه، سال بعد کلی دانشگاه قبول شدم اما بازم نتونستم اون دانشگاه رو برم، و سال بعدشم بعد 1 سال تحصیل اومدم دوباره یوس دادم و تونستم مثلا دوباره رشته‌ای که میخوام قبول بشم، و کل این روند نگاه کنید، خب یه روند تقریبا 6 تا تقریبا 8 9 ساله میشه. خب تو این روند 8 9 ساله من هرگز تو این زندگی درست ناامیدی اومده سراغم. بعضی وقتا یه بار بود با خودتون حرف زدم، داشتم به آسمون چنگ زدم، زمین آسمون به هم میدوختم، ولی خب بازم با این همه شرایطی که داشتم تونستم از پسش بر بیام. یعنی چیزی نبوده، درسته اون آدم سابق از یه آدم ضعیف تونستم به یه آدم قدرتمند تبدیل بشم، این شاید کوچکترین فایده این مسیر بوده برای من و در نهایت به چیزی که خواستم برسم. برای همینه هیچ وقت تو هر شرایطی آدم نباید تسلیم بشه. من قبول دارم شرایط زندگی، خانواده، جامعه، همه اینا خب فاکتورهایی هست که تو موفقیت شخص تأثیر میذاره، ولی آدم نباید هیچ وقت سعی و تلاش و پشتکار و اون روحیه‌ای که تو جنگاوری که تو خودش هست و نادیده بگیره، چون مهمترین عامل رسیدن به هدفش همونه. چگونه رسیدن مهم نیست، چرا رسیدن مهمه. اینکه آدم بتونه یه دلیل، یه چرایی برای خودش پیدا کنه، مسلما از پس هر چالشی که جلو روی زندگیش به وجود میاد میتونه بر بیاد. حالا حرفایی که میزنه ارزشمند چون انجام داده، یعنی ببینید این حرفا بعضی موقع از دهن سری افراد میاد بیرون، از نظر من باد هواه، چون طرف هیچ کاری تو زندگیش نکرده، ولی یه نفریه که انجام داده اینا رو، یعنی هر سال یه چلنجی جلوش بوده الان به این نقطه ای که رسیده، و حالا چلنجای بعدیش هم ان شاءالله از پسش دید. از یه جای به بعد به نظرم وقتی آدم از یه جای بلند میشه دیگه خیلی سخت داره بخوره زمین. ان شاءالله تو اون رشته ای که داری میخونی موفق بشی، شب مسیری که داری میری موفق بشی. من منتظر دیدن موفقیتات هستم. شب 5 سال دیگه یه مصاحبه عزیزم، که واسه دندون پزشکا برگزار میکنیم، دور هم دیگه میشیم صحبت ایشالله امید میکنیم. خدا عزیزم. آقای پروفسور اجازه من یه نکته هم بازم خواهش بگم. میکنم بگوستم. در مورد مشاوره صحبت کردیم و حالا نکاتی که راجع به اون گفتیم، میخوام یه نکته هم بگم، حالا بچه هم صد دست این ویدیو رو خواهند دید. اینه که بچه ها، خواهش میکنم، عاجزانه ازتون خواهش میکنم، لطفاً اگه میریم پیش مشاور، از کسی مشاور بگیرین که خودش این مسیر رو رفته. رفته میشه من خیلی باور کن خیلی از افراد دیدم، اومدم کنکور، تو کنکور دادن، بعد تو اون مثلا موفق شدن، میان برای من مشاور یوس بزن، در حالی که اون آدم نمیدون مسیر یوس چیه، چه سختی هایی داره، چه چالش هایی داره،
چه فشار ذهنی روانی است. به قرآن کنکور هم اینقدر فشار استرس روانی رو آدم ایجاد نمیکنه. فکر کنید تو موقع آزمون که هر ماه آزمون برگزار میشه، تو مثلا جمعه جواب آزمون میاد، فرداش آزمون داری. حالا فکر کن این جواب آزمون بد باشه، ببین فردا چه جوری میری سر جلسه. و من از عاجزانه خواهش میکنم، لطفا لطفا پیش کسی مشاور برین که این مسیر رفته باشه، سختی ها بعد مشکلاتش رو قشنگ چشیده باشه، بفهمی داری چی کار میکنه، اون بهتون میتونه مشاور بده. دقیقا آقای پورستاوی فکر کنم قشنگ از حرف منو میفهمی چی آره میگم، دقیقش چون همینه دیگه، چون یکی تو این شرایط تا قرار نگیری نمیتونی طرف مقابلت رو درک کنی، برای ما مشاوره درک دادنم کنیم. اول باید درکش کنی. یعنی الان یه مشاور کنکور بیاد اینجا بشینه، نمیدونه امتحان دادن تو یه ماه یعنی چی، تو 2 ماه یعنی چی، فشار هزینه نمیدونه یعنی چی، استرسی که شرمندگی نسبت به خانواده، حالا بعضی ترکی بلد نیستن، نمیدونه آقا بدون اینکه بتونی به یکی بفهمونی چی میخوای چقدر کار سختیه، یا حتی پروسه درس خوندن تو دانشگاه چقدر سخته. یعنی خودش واقعا یه پادکست دیگه میتونه باشه، یعنی واقعا میشه راجبش من میتونم یه ساعت و نیم صحبت کنم که چه بلایی سر آدم میاد وقتی میاد توی دانشگاه، که حالا ان شاءالله دفعه بعدی راجع به همین هم حتما صحبت میکنیم. مرسی از اینکه دعوتمو قبول کردی، مرسی از اینکه انقدر قربون جواب شما، قشنگ دادی، لطف زندگی تو دارید. اشتراک گذاشتی. من مطمئنم یه نفر اگه اینو امین. بشنوه قطعا میتونه تکون بده مغزشو، یعنی واقعا چیزایی که این تو هست خیلی کامله، یکی کامل ترین مصاحبه هایی که من تا الان گرفتمه، چون همه چی توش بود دیگه. یعنی بلایی نیومده بود که سر این بچه نیاد، بچه هم که نه، این آقای بزرگسال نیاد، بلایی نبود که سر این آدم نیاد. و دیگه بهتون گفت دیگه، تو هر موقعیتی چطوری راه حل درست بکنی، چطوری در بیان از اون شرایطی که هستید. مرسی که باز دعوتمو پذیرفتی، دمت گرم، عزیز ما این دوست داریم، ممنونم ازت. منم خیلی تشکر میکنم از شما که خواستید با ما مصاحبه کنید، و از بینندگان عزیزم خیلی تشکر میکنم که تا اینجای ویدیو با ما بودن. خیلی ممنونم، لطف کردین پرستاوی. بچه های عزیز هر سوالی که داشتید زیر ویدیو باز بنویسید، هم من هم افشین جوابا رو سعی میکنیم بدیم. ایشالله که مفید بوده باشه. با همتون خدا نگهداری، از همتون خدا نگهداری میکنم، خداحافظتون باشه.